جناب آزاد، شما بفرمایید که موانع دموکراسی رو آقای دکتر عبدیان، این که باید روشنفکر و دولت و قوای مجریه و مگننه و قضایی اعتراف بکنن که دیگرانی به غیر از پارسا هم در اینجا هستند، ادیان دیگر هم هستند، احترام قبول بکنه جمع رو، دیگران رو، و به حقوقشون احترام بذاره و ناسیونالیسم ایرانی یکی از علل عدم استقرار دموکراسی هست، و یکی اینکه در کشورهای دموکراسی از حقوق اقلیت ها دفاع می کنند و در ایران حقوق اقلیت ها رو و خود وجود اقلیت ها رو انکار می کنند. سیتیزنشیپی هم یکی از بحث هایی بود که آقای دکتر بهش اشاره کردن که موانع دموکراسی هستن، ولی بحث اصلی ایشون که بحث امروز ما هم هست، حقوق نبود، عدم اعتراف به حقوق هستش. حالا جناب آزاد، نظر شما چی هستش؟ چه عواملی باعث شده که در ایران دموکراسی حاکم نشه و استقرار نیابد؟ با عرض سلام خدمت شما و تشکر از خانواده یوناس تیوی که بدون قید و شرط این امکان فراهم میکنند که افراد مختلف با دیدگاه های مختلف با وابستگی های مختلف سیاسی بیان آزادانه اظهار نظر کنن. من فکر کنم این الگوی خوبی میتونه در شرایط فعلی برای دیگر رسانه های گروهی باشه. ببینید آیه هدایت، شما خودتون بهتر میدونید که دموکراسی به اون صورتی که در کانادا که شما ساکنه اون کشور هستین یا در سوئد که من شهروند این کشور هستم، یه چیزی نیست که به طور ناگهانی به وجود بیاد. یعنی دموکراسی دارای یه سابقه تاریخی است. شما مثلا سیستم سیاسی دموکراتیک رو در سوئد در نظر بگیرید، این یه در یه پریود یا در یه پروسه در یه پریود تاریخی تکامل پیدا کرده، اصلاح شده، به صورتی در اومده که ما امروزه شاهد اون هستیم. در سال 1905، بین سال 1905 تا 1911 در ایران جنبشی به نام جنبش مشروط خواهی راه افتاد. مجلس شورای ملی تأسیس شد، برای اولین بار قانون اساسی در ایران تدوین شد. این یه فرصت طلایی تاریخی برای مردم ایران بود بیش از 100 سال قبل که این اصلاحات دموکراتیک ادامه پیدا کنه، دموکراسی نهادینه بشه. متاسفانه ما این فرصت طلایی را که بیش از 100 سال هست، در واقع بیش از 100 سال قبل روی داد، از دست مردم ایران رفت، یا به عبارت دقیق‌تر گرفته شد. به اعتقاد بعضی مورخین، بعضی فرصت‌های تاریخی هست، فرصت‌های طلایی محسوب میشن، ممکنه ملتی اون از دست داد، دیگه به دست آوردن دوباره اون خیلی سخت باشه. ببینید، ولی به هر حال چیزی شد که نماید میشد. امروز ما در یه وضعیتی قرار گرفتیم که یه حکومتی به نام جمهوری اسلامی حاکم است در ایران، چند میلیون نیروی مسلح ایدولوژیک داره و مصممه که قاطعانه هر حرکت دموکراسی خواهانه و سکولار رو با تمام نیرو سرکوب کنه و به تسلیم بکشه. نیروهای دموکرات، نیروهای صلح طلب، اولین مانع را در برابر استقرار دموکراسی در ایران طبیعی این وجوده حکومت جمهوری اسلامی میدونن. ما باید این حکومت جمهوری اسلامی را برکنار کنیم و زمینه را برای نهادینه شدن دموکراسی در ایران فراهم کنیم. برای این کار در این وضعیت فعلی دو شرط اساسی لازمه. اول، در وهله اول باید پایه حقوقی شیوه اداره جامعه به صورت دموکراتیک مشخص و کنکرت توضیح داده بشه. چرا این مسئله مهمه؟ چون محتوای رابطه را
فرق نمیکنه، رابطه سیاسی باشه، اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، دارای یه پایه حقوقی، اون پایه حقوقی رابطه است که محتوای یه رابطه و چگونگی اونو روشن میکنه، بیان میکنه. پس بنابراین به این دلیل در مباحث علمی حتی در دانشگاه ها از ترمین های حقوق سیاسی، حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی در واقع به کار برده میشه، در مورد اون بحث و گفتگو میکنن، تحقیق میکنن. پس بنابراین دوستان ما باید در وهله اول پایه حقوقی این شیوه اداره جامعه به صورت دموکراتیک رو مشخص کنیم، یعنی یه نسخه یا کنسپت دموکراتیک باشه که اکثریت روشنفکران به اصطلاح ملل ساکن ایران اونو بپذیرن. طبیعیه هیچ کنسپتی شما اداره ارائه بدین همه که اونو نمیپذیرن، ولی مهمه که اکثریت اونو، اکثریت روشنفکران آذربایجانی، اکثریت روشنفکران عرب، اکثریت روشنفکران کرد، بلوچ، ترکمن اینو بپذیرن. جناب باب آزاد، جناب آزاد، آیا یک فهم تقریبا متحد شکل، نه اینکه 100% کپی هم، ولی آیا یک فهم علمی اونطوری که در غرب، در سوئد، در کانادا، در آمریکا حاکم است، در فرانسه حاکم است، در انگلستان حاکم است، در آلمان حاکم است، آیا یک فهم اینچنینی در میان روشن فکر ایرانی، استادان دانشگاه ایرانی وجود داره؟ آیا در حتی اونایی که در خارج از ایران زندگی میکنه، آیا یک فهم که در غرب از دموکراسی هست، این فهم در ایران وجود داره؟ نه، من متوجه منظورتون شدم. نکته بسیار پر اهمیت شما اشاره کردیم. من بیش از 30 سال سوئد زندگی میکنم، میتونم مثلا روشنفکران ایرانی رو مقایسه کنم با روشنفکران سوئدی برای مثال. نه ببینید آیه انصاف علی، من الان با مثال های مشخص خدمتتون توضیح میدم که اون درکی که از مفهوم دموکراسی در کشورهای غربی که مشهورم به کشورهای آزاد وجود داره، در ایران وجود نداره. ببینید من داشتم اینو میگفتم، در وهله اول وقتی ما یک کنسپت دموکراتیک به وجود آوردیم که اکثریت الیتا، روشنفکرها در ایران رو پذیرفتن، در مرحله بعدی باید سعی کنیم برای عملی کردن اون در ایران افکار عمومی اونو بپذیره، مردم از اون حمایت کنند. در اون صورت هست که استقرار دموکراسی در ایران ممکنه عملی بشه. ببینین من براتون مثال ها، متاسفانه در ایران الان در وضعیت فعلی یه پایه حقوقی مشخص از مفهوم دموکراسی وجود نداره. جناب آزاد، به نظر من میاد که اول باید ما یک فهم مشترکی از مفهوم دموکراسی داشته باشیم تا بتونیم بر پایه اون مفهوم یک سیستم حقوقی پایه ریزی بکنیم. یعنی سیستم حقوقی زیربنا نیست، روبناست. یعنی حتی اگر از مثل مارکسیست ها نگاه بکنیم، نگیم مارکسیست ها، مثل مارکس اگر نگاه بکنیم، پایه اساسی یک حکومت این حداقلش اینه که درک مشترک و قابل قبولی بین تمامی روشنفکرانی که در خاکهای ایران زندگی میکنن، این ملل با یک درک تقریبا مشترک داشته باشن تا بتونن بر پایه اون حقوق، مثلا اگر این درک نداشته باشن، نماینده هم بفرستیم مجلس که قانون اساسی رو تغییر بدن یا اصلاح بکنن یا قانون جدید بنویسن، چون درکی از دموکراسی ندارن، به نظر من نمیتونن پایه حقوقی دموکراتیک برای اداره این ملل بنویسن. ولی و فکر میکنم، من نظر شخصی ما اینجا میگم، به نظر من میاد که در میان ایرانیان یک نوع
دموکراسی ستیزی در میان حتی استادان دانشگاه حاکمه، برای اینکه در مورد دموکراسی کتاب نوشته نمیشه در ایران، بلکه در نقد و رد دموکراسی کتاب نوشته میشه. یعنی اگر استادان دانشگاه در دانشگاه به ما دموکراسی رو میگفتند، نقد دموکراسی میگفتند، اون جهت هایی که دموکراسی ضعف داره میگفتند، یعنی حداقل های دموکراسی رو حداقل نمیپذیرند تا برسن به اونجا، بلکه میان به شاخه که آقا اینجا مثلا یک عنکبوت نشسته روی برگ اینجای دموکراسی، پس ما دموکراسی رو قبول نداریم. به نظر شما اصلا فهمی در میان روشنفکر فارس به خصوص، چون که اون حکومت رو اداره میکنه، قوای سگانه، میدیا، رسانه ها دست اون هست، آیا یه چنین فهمی در میان روشنفکر فارس وجود داره از دموکراسی تا بتونه پایه های حقوقی رو بریزه؟ بله، ما به طور مطلق نمیگیم، من نمیتونم بگم که همه درک، مثلا همه روشنفکران فارس درک نادرستی از مفهوم دموکراسی دارن، ولی به نظر میاد جریانات و اینطوری من مطرح کنم، جریانات و عمده سیاسی در ایران در واقع فهم درستی از مفهوم دموکراسی به اون صورتی که در کشورهای غربی وجود داره اونا ندارن. من مثالهای کنکرتی براتون میزنم. مدتی قبل شما خودتون خبر دارین که به رهبری آقای رضا پهلوی یه شورای ملی تأسیس شد و اینا یه منشور پیشنهادی ارائه دادن بعد از برکناری جمهوری اسلامی برای اداره در واقع ایران. در اینجا شما مثلا فقط از یه تشکل آذربایجانی وجود داشت در هنگام تأسیس این شورای ملی به نام جنبش دموکراسی، جنبش آذربایجان برای دموکراسی و یک پارچگی ایران. البته این جریان سیاسی در آذربایجان یه جریان سیاسی ناشناخته است، حتی در رسانه های آذربایجان هم نگاه کنید یه چیز شناخته شده نیست، میشه گفت یه جریان کوچیکی است، فقط بخش کوچیکی از مردم آذربایجان رو نمایندگی میکنه. این جریان عضو این شورای ملی بود، منتها بعد از مدتی با انتقاداتی که از آقای رضا پهلوی کرد این انشعاب کرد، یعنی جدا شد رفت. در اینجا این سوال پیش میاد، مثلا البته اینا هم ادعای دموکراسی خواهی میکنن، روی رعایت اصول حقوق بشر تاکید دارن. خب اینجا ببینین، عرب میگن که جمع الازداد ممکن نیست، یعنی شما با آب و با آتش نمیتونین یه جا جمع کنین. وقتی ما میگیم که بر اساس حقوق، اصول حقوق بشر رعایت دموکراسی هستیم، باید شما اینجا این سوال پیش میاد، وقتی شما این منشور رو می نویسین، این شورای ملی را به وجود می آین، طرح مشخصی برای اداره ایران بعد از جمهوری اسلامی دارید، چرا هیچ یک از شخصیت ها، جریانات، احزاب، ببینین اینا میگن ما خواستار رعایت حقوق بشر است. اعلامیه حقوق بشر همه میتونن برن بخونن، اصل 19 تاکید میکنه رو آزادی عقیده و بیان، انسان ها باید از آزادی عقیده و بیان برخوردار باشند. اصل 20 تاکید میکنه که انسان ها از حق گرد همایی و ایجاد تشکل های مسالمت آمیز باید برخوردار باشند. چطور شما میتونین بگین که ما مدافع حقوق بشر هستیم ولی برای میلیون ها آذربایجانی حق تشکل، حق گرد همایی قائل نیستیم؟ چرا آذربایجانی ها در این مدل های ظاهرا دموکراتیک ارائه داده میشه هیچ اینا شرکت ندارن، نقش ندارن؟ من باز یه مثال دیگه میزنم، مثال کنکرت. ببینین چند سال قبل رهبری مجاهدین خلق آقای مسعود رجوی شورای ملی مقاومت در ایران تأسیس شده. شما بریم مطالعه کنید کدوم اینا هم برای بعد از جمهوری اسلامی ادعا میکنن ما آلترناتیو دموکراتیک به وجود آوردیم،
کدوم یک از شخصیت های آذربایجانی، کدوم یک از تشکلات آذربایجانی در اینجا شرکت داشتن، برای ما اینا چه حقوقی قائل هستند؟ اینا مهمه، چون من گفتم که باید پایه حقوقی رابطه مشخص بشه. باز من یه مثال دیگه میزنم. در سال 2009 در ایران یه جنبشی به نام جنبش سبز شکل گرفت. اینا دو بار منشور ارائه دادن. منشور اول و بیانیه آقای میر حسین موسوی بود، بعد تعدادی از صاحب نظران اظهار نظر کردن، اینا این منشور اصلاح کردن، برای دومین بار منشوری به نام منشور سبز به مردم ارائه دادن. شما برین این منشور رو بخونید، راجع به آذربایجان چی نوشته، راجع به اقلیت ها، آیا اصلا از ما نام بردن، حقوقی برای ما قائلن. در اونجا من خطاب میکنم روشنفکران فارس رو، اینا خودشون رو به جای ما بذارن. مثلا ما مردم خودمون رو، افکار عمومی آذربایجان رو چجوری متقاعد کنیم؟ مثلا از جریاناتی که ادعای دموکراسی دارن، مثل شورای ملی، شورای مقاومت ملی یا جنبش سبز حمایت کنیم. ما در بازی نیستیم، برای ما اینا حقوقی قائل در واقع نیستن. اینا معمولا، باز من به یه نکته اشاره میکنم، اینا معمولا به طور کلی اشاره میکنن در ایران همه اقوام برابر حقوق خواهند بود. ما اینجا هم مشکل داریم. ببینید، من اینجا نشستم یا شما، ما دنبال مصالحه هستیم، میخواییم که موازین دموکراتیک بر کشور حاکم بشه، ما دنبال افزایش تضاد نیستیم. این یک کسی که میاد تشکلات آذربایجانی را برخ خلاف اصول صریح و بدیهی اصول حقوق بشر نادیده میگیره، اصلا وجود اونا را انکار میکنه، ما چطوری میتونیم با اینا مثلا در ایران دموکراسی برپا بکنیم؟ ببینیم، من بعد یه نکته میگن که یه چیز کلی، در ایران هم میگن همه اقوام برابرن، نمیگن که اقوام باید نباید برابر حقوق باشن. در جمهوری اسلامی هم این حرف میزن، حتی در قانون اساسی نوشتن شکنجه شکنجه یک امر غیر قانونه، در قوانین قانون اساسی قانون مادر محسوب میشه. ببینید، ما قوم نیستیم، یه درک دموکراتیک، ما ملت ترک هستیم که در اراضی تاریخی آذربایجان زندگی میکنیم. چون چرا؟ من مقایسه میکنم آذربایجانی هایی که در ایران، در آذربایجان جنوبی زندگی میکنن، با آذربایجانی هایی که با سوئد. در آذربایجان جنوبی، آذربایجان جنوبی سرزمین تاریخی ماست. ما در یه پروسه طولانی تاریخی نسل های متمادی در اونجا متولد شدن، به وجود رشد کردن. اکثریت قاطع کسانی که در آذربایجان زندگی میکنن ترک آذربایجان هستن، ولی در سوئد ما آذربایجانی ها به عنوان پناهنده اومدیم. ما فاقد سرزمین تاریخی در این کشور هستیم. ما اکثریت به اصطلاح شهروندان این جامعه را تشکیل نمیدیم، ما در اینجا قوم محسوب میشیم. یا آذربایجانی هایی که سفر کردن در شیراز و اصفهان ساکن هستن، اونا قوم محسوب میشن، نه آذربایجانی هایی که در آذربایجان جنوبی زندگی میکنن. ما وقتی یک گروهی از مردم رو به صورت یک ملت میشناسیم، صحبت از حقوق شهروندی نمیشه، صحبت از حاکمیت ملی میشه. ما باید دارای حاکمیت ملی باشیم. این به معنی تجزیه ایران، جنگ داخلی اینا نیست. شما مثلا در کانادا، سوئیس، کشورهای مختلفی هست، ملت‌های مختلفی زندگی می‌کنن، دارای حاکمیت ملی هستند و جزو کشورهای پیشرفته جهان هم در واقع محسوب میشن. شما ببینید الان مثلا آذربایجان شمالی، اونجا 9 میلیون 10 میلیون انسان زندگی می‌کنن.
از طرف سازمان ملل متحد به عنوان یک کشور مستقل پذیرفته شده. انسان هایی هم که در اونجا زندگی میکنن به عنوان یک ملت جامعه جهانی پذیرفته شده. چرا اینا اصرار دارن ما قوم هستیم؟ اینا مشکلاتی هست که مشکل ایجاد میکنه در برابر دموکراسی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اینا کنسپت هایی ارائه میدن، راه حل هایی ارائه میدن، طرفداران نظام پادشاهی، مجاهدین خلق، به اصطلاح دموکرات های سکولار یا کسانی که طرفدار حکومت سوسیالیستی هستند، ما مدل های مختلفی میبینیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که جامعه ایران پولاریزه میشه، در دسته های مختلف بر ضد هم در قطبای مختلف دسته بندی میشن. این چیز خطرناکی است. اگه روشنفکران فارس میخوان در ایران دموکراسی حاکم بشه، که چیزی که ما هم میخواییم، از ما انتظار نداشته باشن که ما از حقوق خودمون صرف نظر کنیم. از ما فقط میتونن این انتظار رو داشته باشن که ما به حقوق دیگران تعدی نکنیم، موازین دموکراتیک رو رعایت کنیم. اصلا در کجای دنیا شما میبینین که کسانی بیان از رعایت حقوق بشر، موازین دموکراسی صحبت کنن، متأسفانه که اینا میخوان کشور رو تجزیه کنن، اینا میخوان جنگ داخلی رو بندازن. برعکس، تمام تحقیقات نشون میده نیروهای هژمونی طلب که میخوان حرف اول رو بزنن، حقوق دیگران رو انکار میکنن، اونا کشور رو به سمت جنگ داخلی، بحران‌های سیاسی و تقابل‌های خونی می‌کشن. الان این شورای ملی که طرفداران نظام پادشاهی تشکیل دادن، این تجزیه طلبی نیست. عرب‌ها را، نیروهای سیاسی را کنار گذاشتن، احزاب اونا را شرکت نکردن، اهمیت نمیدن به این مسئله. یا این شورای مقاومت ملی که مجاهدین تشکیل دادن، این تجزیه طلبی نیست. بنابراین دوستان، من نمیخوام همش چیزای منفی اشاره کنم، به یه نکته اشاره میکنم، صحبتم نمیخوام طولانی بشه. ببینین، ما همش نمیتونیم در گذشته دست پا بزنیم، این نارسایی ها را، کمبوت ها را عمده کنیم، در رو در روی هم قرار بگیریم. به هر حال گذشته گذشته، الان ما باید چه کار کنیم؟ من فهم میکنم، من خودم و یا آذربایجانیان هم استثنا نمیکنم، ما همونطور که از دیگران انتقاد میکنیم، باید از خودمون هم انتقاد کنیم و این زمینه فراهم کنه ما به همدیگه نزدیک بشیم. در آفریقای جنوبی چطور شد به طور مسالمت آمیز یه حکومت به هر حال به طور نسبی یه سیستم سیاسی دموکراتیک حاکم شد؟ چرا؟ اون هیئت حاکمه گفت اینجا این حکومتی که حاکم است اعتراف کرد یه حکومت آپارتاید، نجات پرسته، در این کشور زندانی سیاسی وجود داره، در این کشور شکنجه وجود داره، اومدن زندانیان سیاسی را آزاد کردن. کسی که به اتهام اعمال تروریستی، نلسون ماندلا، زندانی بود، اومد بیرون، در انتخابات آزاد رئیس جمهور این کشور شد. پس با این منتالیته بیان ادعی به حکومت پادشاهی حالت تقدس قائل بشن، ادعی مثل مجاهدین بیان برای حکومت دموکراتیک اسلامی تقدس قائل بشن، ادعی برای حکومت سوسیالیستی، ما همیشه اسیر این جنگ و جدال‌ها خواهیم بود. همون حرفی که آقای انصافی شما میگین، ما یه به طور نسبی یه درک مشترکی از موازین دموکراتیک داشته باشیم که بتونیم افکار عمومی را متقاعد کنیم. بسیار از متشکرم جناب آزاد. ولی اجازه بدید از آقای آزاد بپرسیم. البته آقای بلوچ میخواستن یه جوابی به شما بدن که من اومدم وسط نشد. آقای بلوچ خیلی معذرت میخوام. جناب بابک آزاد، شما نظرتون چی هست؟ اولا دیدم که یادداشت برداشتید، جواب مثل این که برای دوستان میخواید بگید. دوم این که واقعا در سیستم سیاسی ایران، سیستم آموزشی ایران، سیستم تربیتی ایران، سیستم سیاسی ایران مفهومی از چیز نیست، از دموکراسی نیست.
مفهومی حداقل 80% مشترک باشیم نیست. حتی من فکر میکنم 20% هم مفهوم دموکراسی در ایران حتی در میان الیت ایرانی مطرح نیست، مفهوم نیست، درک نشده است. آیا در چنین سیستمی میتوان یک حقوق دموکراتیک طراحی کرد، سیستمی پایه‌ریزی کرد که بشه بر اساس آن حقوق دموکراتیک رو به ملل داد، به انسانها، به افراد، به جوامع داد؟ ببینید آیه هدایت، یه جامعه هم مثل یه فرده. مثلا یه فرد ممکنه تحصیلات عالی داشته باشه، بهره هوش بالا داشته باشه، در جامعه هم ممکنه جامعه دچار فقر دانش سیاسی بشه. اگه ما تجارب موفق کشورهای غرب و مد نظر داشته باشیم، میبینیم که توسعه سیاسی به موازات توسعه اقتصادی صورت گرفته. یعنی وضعیت اقتصادی کشور بهتر شده، مردم از تحصیلات برخوردار شدن، از وسایل ارتباط مثل تلفن، فاکس، کامپیوتر برخوردار شدن، اطلاعات اینا بیشتر شده. من الان در سوئد میبینم مثلا وقتی انتخابات صورت میگیره، مردم عاشق چشم ابروی یه فرد نیستن، شخصیت پرستی نیست، بیشتر اون برنامه هست که به عنوان فرد چه سودی میبرن، برنامه فلان حزب یا کشور چه سود میبره. ایران ببینیم، ما در ایران به طور کلی مشکلات خیلی جدی هست، ما نمیتونیم اینو پنهان کنیم. در سوئد یه جمله مشهوری هست، میگن بازگویی حقیقت تلخ بهتر از دروغ شیرینه، چون حقیقت تلخ ما را بیدار میکنه. در ایران میلیون ها تن، البته با آمار دقیق ما دسترسی نداریم، کودک خیابانی وجود داره، اعتیاد وجود داره، شهرهای بزرگ همه حاشیه نشین وجود داره. در تبریز ما الان صدها هزار نفر در حاشیه شهر تبریز زندگی میکنن، با آب آشامیدنی، الکتریسیته دسترسی ندارن، سواد خواندن نوشتن ندارن. امروز ایران با یه فلاکت اقتصادی روبروست. من آخرین سخنرانی مصاحبه وزیر اطلاعات ایران رو خوندم، میگفت ما این اواخر هر روز تروریست میگرفتیم، گروه های تروریست. ایران با دخالتی که در کشورهای همسایه کرده، اونا را بر علیه خودش تحریک کرده، ایران یعنی یه مثل یه بمب ساعتی میمونه. من بعضی درست حکومت ایران، بعضی از جریانات سیاسی مبالغه میکنن، ولی ما این احتمال رو میتونیم بدیم که در ایران هم یه وضعیت بسیار ناخوشایندی ممکنه به وجود بیاد، از کنترل روشنفکران، احزاب، سازمانهای سیاسی خارج بشه. چون ایران و این جمهوری اسلامی به یه وضعیت خیلی دردناکی کشونده. با این تفاصیل ما نباید امیدمون رو از دست بدیم. من فکر کنم جناب آقای عبدالله بلوچ برداشت درستی از صحبت‌های من نکردم. من موانع دموکراسی را در ایران توضیح می‌دادم. من ادعا نکردم که در وضعیت فعلی ما میتونیم از حاکمیت ملی برخوردار بشیم در آذربایجان. نه. ببینیم، ما آذربایجانی‌ها در ایران مشکلات زیادی داریم. اما یه مشکلی که خیلی عاجله، باید خیلی سریع حل بشه، مهاجرت میلیونی انسان هاست. ببینیم وقتی در آذربایجان حکومت ملی 1945 تأسیس شد، این حکومت پهلوی را ترسان. از اون موقع اینا یه سیاست مهاجرت اجباری را تحمیل کردن به مردم آذربایجان. ببین اینم دو سود عمده داشت برای رژیم پهلوی. اولا میلیون های انسان مهاجرت میکردن از آذربایجان، خطر کمتری برای حکومت پهلوی داشتن. از طرف دیگه فرزندان اونا در مناطق فارس نشین خیلی راحت آسیمیله میشدن، از خود بیگانه میشدن. بعد این سیاست، البته این سیاست هم حکومت پهلوی از حکومت استالین، حزب کمونیست زمانی که استالین رهبر اون بود برداشت. اونا هم میخواستن که به اصطلاح کنترل حزب کمونیست رو بیشتر کنن رو اقوام، ملیت های غیر روس،
6 میلیون نفر، و اون موقع رقم زیادی است 6 میلیون، اینا مجبور به مهاجرت اجباری کردن. الان هم با خشک شدن دریاچه ارومیه آذربایجان تبدیل میشه به شورزار. برای ما الان به عنوان یه ملت بر سر یه دوراهی هستیم، یا مبارزه میکنیم این وضع رو قبول نمیکنیم، خواستار تغییرات جدی هستیم مثل یه ملت زنده میمونیم، یا اینکه چشم پوشی میکنیم این وضعیت رو میپذیریم، سکوت میکنیم و از بین میریم. صحبت برای ما مرگ زندگی. دوستان ببینین، ما اومدیم جمع شدیم اینجا، روشنفکران فارس رو مخاطب قرار میدیم، خواستار این هستیم که یه حکومت دموکراتیک در ایران حاکم بشه. این به این معنی است که من که اولین بار در این باره متعدد طولانی بود در به اصطلاح بنا به مشکلاتی همکاری نداشتم با گنستیم. ببینیم این شمشیرها خیلی زود ما از غلاف بکشیم، هر فعلا شمشیرها در غلاف باشه به چیزای مثبت هم بگیم. فارس ها چه سودی میبرن در ایران تقابل های خونین روی بده، ترک آذربایجان چه سودی میبرن، بلوچ چه سود میبرن، همه بازنده است. پس همه ما مسائلی هست که شما کشورهای منطقه رو ببینید، عراق رو ببینید، یمن رو ببینید، سوریه رو ببینید، البته جمهوری اسلامی این وضعیت رو به وجود آورده. ما نمیخواییم به این وضع بشه. در پروپاگاندای نیروهای ضد ترک، ضد بلوچ، ضد عرب میخوان اینطوری وانمود کنن که ما از حقوق انسانیمون، از موازین دموکراتیک صحبت میکنیم، کشور رو به سمت تقابلهای خونین میکشیم. در وهله اول من ملت خودم رو خطاب قرار میدم، این فرصتی که به من دست داده. مردم آذربایجان رو، ما دنبال مصالحه هستیم، ما دنبال یه رابطه انسانی و عادلانه هستیم. اتفاقا جناب آزاد، به همین جهته که کیناز تیوی بحث رو آورده برای موانع دموکراسی. یعنی کیناز تیوی الان تو این بحثی که امروز من و دوستان اینجا شما آقایان تشریف دارید، این بحث رو باز کردیم که آقا موانع دموکراسی، استقرار دموکراسی در ایران چیه. دوم اینکه بحثی که شما به خصوص جناب آزاد شما و آقای عبدیان روش بسیار متمرکز کردید در بخش اول برنامه، این بود که سیستم حقوقی باید طراحی بشه که ضامن این حقوق دموکراتیک باشه. حالا بحثی که ما اینجا حتی آقای بلوچ وقتی رفتن رو بحث، من تلاش کردم بحث رو برگردانم، برای اینکه ما اولا بحث مشکل تئوریک داریم، یعنی اول سیستم فهم و اندیشه ما مشکل داره، یعنی درک درستی از دموکراسی نداریم که بر پایه اون حقوق سیستم حقوقی پایه‌ریزی بکنیم. اگر مثلا همین الان از میان همین آدم‌هایی که در خارج از ایران هستن، ایرانی ها از همه ملل، فارس و ترک و عرب و بلوچ و ترکمن و لور و بختیاری و گیلانی و مازنی و هر چی که تو ایران هست، آدم هایی رو بیاریم بگیم آقا شما در خارج از ایران، در آزادی، در آمریکا، در فرانسه، در اروپا، هر جای دنیا میخواید بشید یک سیستم حقوقی دموکراتیک طراحی بکنید، پایه‌ریزی بکنید برای آینده ایران. به نظر من چون شناخت از مفهوم دموکراتیک نداریم، با مشکل مواجه میشیم. در اینجا من نمیخوام بریم سر بحث اون، میخوام همین بگیم که آقا در نبود یک فهم درست از دموکراسی، آیا میتونیم متصور بشیم که فردای جمهوری اسلامی رفت یا جمهوری اسلامی اومد گفت آقا من میخوام بر اساس دموکراسی دنیا، نمیخوام جنگ بکنم، میخوام بر اساس دموکراسی یک سیستم طراحی بکنم، بر اساس این اداره بشیم، آقا یه جام زهر جدید رو می نوشم و میام این. حالا به نظر شما در چنین شرایطی ایدئال ماکسیمالیست، آیا امکان این هستش که ایرانی ها بیان بتونن یک سیستم حقوقی دموکراتیک طراحی بکنن که در اون حقوق فردی و جمعی ملل رو، ادیان رو، افراد رو، اقوام رو به رسمیت بشناسن و بهشون بگن آقا شما حق داری هر وقت اراده کردی ارادت رو اعمال بکنی؟ ببینید آیه انصاف علی، ببینید ایران، این جریاناتی که من در دور اول که صحبت میکردم، از مجاهدین نام بردم، از طرفداران نظام پادشاهی، نباید اینا ما رو دوچار بدبینی کنه. ببینید
اینا کل به اصطلاح نمایندگی نمی کنن افکار مردم فارس زبانو. اصلا در آذربایجان هم ما یه حزب ملی که همه از اون طرفداری کنن نداریم، یعنی مجموعه ای از احزاب، سازمان ها و شخصیت ها هستن که بخش وسیعی از افکار عمومی را در آذربایجان نمایندگی میکنن. بنابراین شما الان در کشورهای غربی در نظر بگیرید، مثلا در انتخابات اخیر فرانسه، اون احزابی که سابقا قدرت سیاسی را در پارلمان در انتخابات داشتن اینا کنار زدن، احزاب جدید و تأسیس گمنام ببینید بیشترین آرا را کسب کردند. یعنی افکار عمومی نمایندگان سیاسی متفاوتی برای اجرای خواسته های خودشون تأسیس کردند. بنابراین ما هم از این جریانات سنتی باید عبور کنه جامعه ایران. روشن فکران فارس، اونایی که پراگماتیستن، رئالیسم سیاسی را میپذیرن، من اسمشون رو یادم رفت، من مصاحبه ای داشت آراز نیوز با من با یه ژورنالیست فارس زبان، من وقتی با ایشون صحبت میکردم من فکر کردم این فرد خیلی آدم رئالیسته، خیلی حسن نیت داره، میخواد مشکلات حل بشه. ما اینا را نادیده نگیریم. من اینجا راجع به راه حل صحبت نکردم که در جامعه ایران، همون سوالم الان شما مطرح کردین که بعد از جمهوری اسلامی ممکنه یا نه. ببینین برای این کار به نظر من باید روشن فکران، الیت های جامعه بلوچ، الیت های جامعه عرب، ترکا، باید یه مبحث، یه گفتگوی کارشناسانه با هم داشته باشن. الان اصل ارتباطات اینترنتی است و به طور مستقیم هم این مذاکرات باید افکار عمومی مردم بلوچ، عرب، فارس در جریان اون باشن، اظهار نظر کنند. از دل این گفتگوهای کارشناسانه که متخصصین میکنن یه راه حلی ارائه داده میشه. من احتمال میدم اگه با حسن نیت و درست انجام بگیره اکثریت مردم، فرق نمیکنه از آذربایجان، از بلوچستان، اونو بپذیرن. ولی یه گروهی هژمونی طلب با یه نگاه ایدولوژیک بیاد یه مدلی ارائه بده مثل این طرفداران نظام پادشاه یا مجاهدین خلق، این فقط همونطور گفتم جامعه را پولاریزه میکنه، این اختلافات رو بیشتر میکنه. یه فرد صلح طلب، طرفدار دموکراسی، میاد تضادها را، دشمنیها را تبدیل میکنه به اختلافاتی که از طریق مذاکره قابل حله. یه برعکس، یه فرد غیر دموکرات، هژمونی طلب، نگاه ایدولوژیک داره، برعکس میاد اختلافاتی را که از طریق مذاکره قابل حله تبدیل میکنه به دشمن. ما به دنبال اون نیستیم. من الان اینجا نشستم صحبت میکنم، من خدمت های عبدیان توضیح بدم، من وکیل تسخیری آذربایجانی ها نیستم، من هیچ راه حل کنکرتی هم ارائه نمیدم، استقلال باشه، فدرالیزم باشه، چون ما باید اول یک گفتگوی سالم با هم داشته باشیم. وقتی این گفتگوها صورت گرفت، بعد با توجه به خواستهای مردم آذربایجان، ویژگیهای ایران، میشه یه پایه حقوقی دموکراتیک از اون در بیاد. ولی متاسفانه با این وضعیتی که من الان میبینم حاکمه، من گفتم که ممکن نیست، موانع شمردم، مثال زدم که با این وضعیتی که حاکمه الان این کار ممکن نیست. بسیار ممنون از لطفتون جناب آزاد. اجازه بدید 4 دقیقه، کمتر از 3 دقیقه وقتمون تا پایان برنامه هست، هر کدوم از دوستان، مهمانان گرامی، 1 دقیقه فرصت لطفاً، فقط مشخصه های یک سیستم حقوقی دموکراتیک رو بشمارید در 1 دقیقه تا بتونیم برنامه رو برای هفته بعد ببینیم چیکار. ببینید منظور از سیستم سیاسی دموکراتیک یه سیستم حقوقی نظارت داره بر همزیستی مسالمت آمیز جریانات مختلف سیاسی، در واقع چیزی غیر از این نیست. یعنی سیستم سیاسی دموکراتیک که در کشورهای غرب حاکمه ماهیت ایدولوژیک نداره،
ولی دولت ها ماهیت ایدولوژیش دارن. مقطع سوسیال دموکرات ها، مقطع دموکرات ها، جریانات سیاسی با ایدولوژی های معین میان حاکم میشن با رأی مردم. ولی صحبت ما فعلا ایدولوژی، این ایدولوژی ها نیست، اون سیستم حقوقی است که میخواد همزیستی مسالمت آمیز رو در جامعه بین نیروهای مختلف فراهم کنه. متشکرم که این فرصت رو به من دادید.